توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه ببینیم که چطور میتونیم توی خونه ارده درست بکنیم ارده که توی خونه درست میشه هم کیفیت بهتری داره و هم مقرون به صرفه تره اول از همه کنجدها میخوام تفت بدم من 600 گرم کنجد داشتم اگر شما مقدار کنجدتون کمتر از این هم هیچ اشکالی نداره ارده کمتری بهتون میده حواستون باشه که مدام باید کنجدها رو زیر و رو بکنین چون خیلی خیلی زود میسوزن و تلخ میشن در حدود 4-5 دقیقه برای تفت دادن کنجد ها کافیه کنجدها رو اول میذاریم یه 3-4 دقیقه خنک بشن و بعد میریزشون توی یک قضا ساز غذاساز رو روشن بکنید روی سرعت بالا اول از همه کنجد های ما به شکل آرد در میان یعنی پودری میشن باید حوصله خوبی به خرج بدیم برای درست کردن ارده ببینید این مرحله اول کارمونه یه کمی این کنجد ها رو زیر و رو میکنیم و مجدد غذاساز رو روشن میکنیم تقریبا این کار رو ما باید چهار الا پنج بار انجام بدیم. کم کم های ما به روغن میافتن و یه جورای شبیه کره کنجد میشن. هر چقدر کنجدی که استفاده میکنیم با کیفیت تر باشه ارده با کیفیت تریم داریم حالا وقت اضافه کردن روغن کنجده من اول دو قاشق غذاخوری روغن کنجد اضافه کردم و مجدد غذا رو روشن کردم و دوباره دو قاشق غذاخوری دیگه اضافه کردم من دوست دارم ارده که درست میکنم نه خیلی قلیز باشه و نه خیلی رقیق پس من برای 600 گرم کنجد از چهار قاشق غذاخوری روغن کنجد استفاده کردم این میزان واقعا سلیقه ایه حالا این ارده رو باید انتقالش بدیم داخل یک شیشه دردار و حتما حتما توی یخچال نگهداری بکنین حدود یک ماه الا یک ماه و نیم توی یخچال خوب میمونه امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه و این ویدیو رو لایک بکنین سابسکرایب هم اگر تا امروز تو کانال من رو نکردین فراموش نکنین تا ویدیوی بعدی خدا حافظ